Bate no meio, casando o mundo. Bo tu di fuga non imo. Marto bah amla ba Muhammad Nasriyev va ishti bo mekuna bosingaroni Qirg'iziston dar daqiqa 76 raqobat binanda aziz va az in fursati besyor munosib Muhammad Nasriyev hamlagari dastai navrason imo istifoda mekunad va isobro 1-0 menamoyad. چگونه بازیگران قرقیزستان خطا کردند خودی اونها ندونند مو نمیدونیم. بیا توجه میکنیم با لحظه تکرار خطا از جانب حمایتگر این دسته آغاز شد. کپیتانی تیم ایدر نوراتبیکوف و او فکر نکرد که دروازه‌بان الکی به پیش بر آمده بود و توپ را خواست به همدسته‌اش ارسال کند و بسیار خطای جدی هم هست، خطای خیلی جدی و حساب 1-0 با فایده بازیگرانی ما. البته خطا هم یک جزی فوتبال است بیننده عزیز، به خطا نمی شود. در فوتبال یک دسته خطا میکنند که دسته دیگر بعدا گل میزند، دسته دیگر بعدا غلبه میکند، دسته دیگر پیش صف می شود. خطا همیشه در فوتبال هست. اکنون جریان رقابت رو میبینیم. در دقیقه 76 تیم ما با پیش بر آمد با شرافت گلی زده محمد نظریف. اکنون برای شاید نگاه داشتن حساب هم فرصت هست، ولی در اصل دسته که بیشتر حساب رو نگاه می‌دارد به خط دفاع می‌نشیند دشوار هم می‌شود. یک ضربه دیگر از جانب بازیگران ما با بسیار عالی این ضربه رو اجرا می‌کند عبدالله ابراهیم زاده. خیلی ضربه خوب زد با پای چپ. حالا ظریف سریزاده ایواز شده بود است و بجای او با میدان فرخون رحیمزاده تحت رقم 11 ورید گشت است. ببینید ضربه بسیار عالی عبدالله ابراهیم زاده دروازه‌بانی دسته قرقیزستان که چند قدم به پیش بر آمده بود با یک مشکلی اون را برطرف کرد. خب زبای کنجی با فایده بازیگرانی ما. حیدرشا خدای دادف پرتاب بسیار خفنان برای دروازه‌بان قرقیزستان، ولی بالاتر از دروازه از میدان بیرون شد. خب امکانات ادامه دادن حمله برای فوتبالبازان ما هست. نظرالله اشورالی زادم پرتابی و بچری مبید دسته قرقیزستان و امکانیت زربزنی برای فوتبالبازان ما و گل. چی گلی زیبای با اشتراکی احمد جان شایف اجرا می شود در دقیقه 86 رقابت. 10 دقیقه پس از گل نخوص فوتبالبازان ما توپ دویم را به دروازه دسته قرقیزستان روان میکنم. احمد جان شایف با ضربه تیرواری خود کنجی دروازه دسته قرقیزستان را نشان گرفت و حساب را 2-0 نمود. خیلی انجام خوب هم هست. ببینید با فرصتی که شایف داشت ضربه خیلی هم سخت و تیروار
و در این دروازه دسته قرقیزستان رفت و حساب 2-0 گردید. حالا پرچم تاجیکستان را در ورزشگاه بالا میکنند. مخلصان البته در ورزشگاه کم نیستند، هستند مخلصانی که حالا برای تماشای این بازی برای دستگیری دسته نوسان کشور آمدند. لوازت خفنوک در نظر دروازه ما، ولی ابوبکر رحمانکلوف خیلی خوب و زود به پیش بر آمد و این حالت را برطرف کرد. همه چیز در 10 دقیقه اول فصل شد. در دقیقه 76 بازیکنان ما توپی اول رو بدن دروازه قرقیزستان زدن و در دقیقه 86 توپی دوم. گل دوم واقعا هم زیبا بود و خیلی خوب در خط حمایت بازی میکنن فوتبالیستان ما. محمد نظریف باز میتواند چند فرصت دیگر رو برای تیم انجام دهد. حالا با تو فرقان رحیم زادم ادامه حمله بازیکنان ما و فرصتی بسیار خوب، ضربه را انتظاریم و گل. دقیقه 93 رقابت و نظرالله اشورعلی زاده حساب را 3-0 میکند با یک حرکت های بسیار هم خوبش در جریمگاه دسته قرقیزستان. 3-0 بیننده عزیز و تیم نوسان ما حریف را تارومار میکند. در بازی نخستی خود در جام کافا 2024 بین بازیکنان 17 ساله، بین بازیکنان تا 17 ساله هستند. پس بازیکنان ما حالا 16 سال دارند، 15 ساله هم هستند. مثلا بعضی بازیکنان 9-15 رو پر کردن و اکنون به 16 قدم گذاشتن. بسیار بازیگذار خوب و خودی نظرالله اشورعلی زاده که در نیمه دوم به میدان آمد با هر دوی پای خیلی خوب بازی کرد، حریفان رو به این و اون طرف برد و توپ رو بعد در این دروازه قرقیزستان روان کرد. 3-0 و صدای اشتکی داوری ازبکستانی از فرجام رقابت دسته های نوسان قرقیزستان و تاجیکستان صدا میدهد. با حساب کلان 3-0 دسته نوسان ما پیروز میشود بر تیم قرقیزستان و در گروه در زنه اول قرار میگیرد. احسان آفرین برگ باشد به دسته نوسان کشور. حتما بازی دوم را انتظار میشویم با افغانستان که روز 21 آوگوست برگزار میگردد. گزارش مستقیم در همینجا با انجام میرسد. بابا خوانوزاده بودم که بازی را برایتون شرح و توضیح دادم. تا گزارش های نوبتی پیروز پاینده باشد. خیر.